ازاره را اونمو بشکی زرد افغان خوب جواب داده بچه. ازاره عزیز ما میگه که تا نرسد چی رقمه تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گو خر. ما و شما باید چوب تر شویم که در پلای کون ازی بیناموسا بزنیم. مزاری را از قبر بکش آقای بلخی سر قبر بان. باز دروش یک توفک و باز داخل قبر داخلش که آقای بلخی خودت که نمی کنی قواره تزارگیز گپ شخصیت است. هدف ما به تاجکای بلخی صاحب شما از بلخ هستین. آیا همه ذوالفقار با حاجی غوث الدین بینشان چقدر نفر کشته شده باشه در مزار؟ بسیار شد. چرا حل نشد؟ همیشه ما ضربه را از خود خوردیم. شما ایره مطمئن باشین تا هزارها در افغانستان است یک قومی بی‌نمک است، یک قومی بی‌مزه است. انتحار میشن، انفجار میشن، همه چیز از بین میبرن، از سرشان فراموش میکنن. محترم مسعود عزیز، قوم محترم هزاره ما آیا انسان نیستن؟ آیا اجازه بدین من میگم براتون بلخی صاحب محترم، بله. چیزی که در تاریخ و چیزی که تجربه ما داریم من چیز براتون میگم. کرسی کوثر انفجار میکنه، مسجد خاتم الانبیا انفجار میکنه، کرسی موعود انفجار میکنه، یکولن قضیهش فراموش میشه، تمام چیز فراموش میشه، باز در یک شرایط اساس میاین و قومای هزاره ما آفشا جنگ 25 سال قبل که در ابشار توسط گلبدین حکمتیار دست سازشون باز میاین او رو دامن میزنن. چرا قضیه ای که 5 سال پیش در کابل رخ داده چرا این رو دامن نمیزنی؟ چرا قضیه کرسی موعود که متعلمین بیگناه را به آتش بسته کردن انفجار دادن چرا این رو دامن نمیزنی؟ چرا مسجد خاتم الانبیا را در مزار دامن نمیزنی؟ تو میای قضیه آبشار کابل دامن میزنی؟ بیاین از هزاره ها بگذاریم، امیدی از هزاره ها نداشته باشیم. اگر تحصیل کرده هم هستن بر خود هستن، کدام نامدار هم ندارن، اگر تحصیل هم میکنن بر خود میکنن. هم از نظر دینی و مذهبی ما تفاوت ما بسیار با هزاره ها بعیده، دور است. ما با هزاره ها هم صدی کرده نمیتونیم، هم از نظر غیرت و سیاست و قدرت ما با هزاره ها نزدیک. گوش کن مسعود، اول گپای شنیدم بسیار زیاد گپای عالی بود. بدرام یک مثال براتان میتونم. ازاره همیشه میگه که گویا مسعود جنایتکار میگن، ازاره کلشی گپه میزنه. گلبدین جنایتکار میگن، سیاف جنایتکار میگن، امیر رهبرای مایت خاموش دو که وروره. کل امیر رهبرای اقوام دیگر اینا جنایتکار میگن. وقتی که سر خودشان می امو دیوانه خودا که بنام شفیست نی او را قهرمان میگن. بیادر ها من یک تجربه میگم براتان، به تاجیکا میگم، پشتونا وقت شما را کار ندارم، پشتونا اینمی عصیب شیرزاد نماینده شماست، میگم من ازاره را خشتک شده جانم میکنم، میگه به شخصی عصیب شیرزاد است که نماینده شماست در تیک تاک. من به تاجیکا مخاطبم هسته، عصیب شیرزاد هر کاری که میکنی بکو، خدا کنه کالای بابا مزاری را بپوشی در سرکای کابل رقص کنی، کار شخصی توست بیادر. ما با تاجیکا گپ داریم. امی در 20 سال نه، در هر تظاهرات هزاره تاجک اولین قومی می بود صدا می کشید. اولین اعلامیه را در پارلمان پدرام می خواند، لطیف پدرام نماینده بدخشان بود، خو نکت هزارگی می کرد مردکه. اولین شعر که در تیک تاک فیسبوک می دیدیم نشر می کنه آقای نجیب بارور می کرد. در باش که یک شعرش هم یادم است که در نام بلند عدالت هزاره هست، دروغ بود تو گپ، اما هزاره به پاس هست. یک چی اگه مطل هم هست، من اون مطل از یادم رفته، میگه هزاره را که چی رقم یک چیزایی هست. اما به هر حالت تا جه کام به شما میگم در قضیه سیاسی افغانستان و در گپای سیاسی بیادره، تا جه که یک حریف داره و پشتون هم یک حریف داره. او عبارت است پشتون حریفش تاجک است و تاجک حریفش پشتون است. ازاره عزیز ما، بوله عزیز ما، تو برو که از جنرال دوستون بوله بازی کو. شما در بوله بازی خود مصروف باشین، جایگاهتون دونمو حد بوله بازی است، نه در حد سیاست افغانستان. ما بیاد دارم امی طاهر ظهیر بیناموس پدر لعنت، قتل عام تاجکایی را که در بامیان کرد هیچ کسی نکرده بود. بچه ها، بامیان 60% تاجک است،
اینی یاسی به شیرزاد شاید نظامی است. جان صمدی پیشتر که در لایف بود و از بامیان بودن، اصلشون از بامیان بودن. 60% مردم بامیان تاجیکای افغانستان هستند، اما در 20 سال یک تا وکیل پارلمان اجازه نداشتن. چرا؟ هر والی را کوجه تعیین میکرد، خلیلی بیناموس میکرد و او والی بیناموس هزاره می بود و او بیناموس اجازه نمیداد تاجیکا برنده شد، ولو پشتونا را اجازه نمیداد. در بامیان پشتون هم از بچه ام یک باید بیاد دارم، یک وکیل پارلمان که کشته شد به نام عبیدالله بارکزی از ولایت اروزگان بود. اروزگان بود. رئیس کمیسیون دفاعی پارلمان بود عبیدالله بارکزی، من خوب بیادم است. عبیدالله بارکزی رفت به بامیان و عیت تعیین شد. وقتی که رفت به بامیان بررسی کرد، آمد در پارلمان گریان کرد. گفت ظلمی که در بامیان علیه تاجیک و پشتون است در فلسطین نیست. ازاره اونمو ظلم رتر تاجیک و پشتون در بامیان میکرد که اسرائیل سر فلسطین نمیکنه، گردن میبریدن، مسجد های اهل سنت در بامیانی بیناموسا ویران میکردن، وکیلش اجازه نمیداد، خانهش اجازه نمیداد. میفهمید پشتون از تاجیک از کشته میشد در بامیان. کی میکرد این کار؟ این کار ازاره میکرد. پس به تاجیکا میگم ما باور ما از دیگه چاپلوسی رو بچا کم کنین. پشتون دلت کارخوره میکنی گپ، پشتون خودتان نماینده دارین، خودتان گپ دارین، بعدا ما تاجیک هستیم. درست است. تشکر فورس نیوز بلوچی عزیز. تشکر نکن، هنوز گپم خلاص نشده. ما چی گفتیم که تو تشکری میکنی؟ خیلی جنبندی کو که با جنبندی من خود گپ بزنم که باز آخرش جنبندی بکنم. هنوز ما گپ ما شروع نشده. درست است. دیگه ما به تاجیکا پیام ما است که از چاپلوسی و چاپلوس بازی به در خود رهایی ببخشیم. امی گپ بسیار لودگی است که والا مزاری را احترام که هزاره خفه میشه، بلای میده پسش که خفه میشه. یک بیناموس پدرلانتش آمده میگه من از اندراب هستم، هر شب لایف میاد تاجیکا را دوام میزنه. بینیش هم مثل قلم واریست، از بینی ما هم که دراز است. خواهد من را میستی که در مواندراب کدام تاجیک مادر تگاهیده که تو قوارید نیمه تاجیک و نیمه هزاره است. به نام کی است؟ قلندرشاز. من قلندرشاز از اندرابیست پکل میپوشم. قوارش تاجیکی، خودم میگه هزاره استم. مثل که من آلمان برم بگویم من آلمانیستم، خودم افغان، از 2 کیلومتر بفهمن که من افغان، اما برم ادعا کنم من آلمانیستم، خواهد من شک میکنن که یرامیس او همه میرقم شدن. خب من به تاجیکا پیام امیز که در سیاست افغانستان اولا هزاره هیچ مهم نیست، ما هزاره را جدی نگیرین، هزاره را جدی نگیرین، بانین دمو گپای خود باشن. سفورا قد کشیده ما آهنگی کیده بشنوند به گوش کنن، آهنگ مرده کرم برایم نامه از کابل رسیده، سفورا قد کشیده، بانینش دمو حد باشه. تاجیکا شما قدرتمندانه سیاست کنین و عریف ما در سیاست افغانستان اوغان یا پشتون است. از کلی اوغان بگی بزنش در زمین بالایش کن، بزنش در زمین بالایش کن، اینمی کار ما تاجیک هست و پشتون هم این کار میکنه. از کلی کولابی میگیره میزنه در زمین بالایش میکنه، میزنه در زمین او کولابی رو میزنه، ما اوغان هم میزنیم. بیادر ما قصد میم زدن کندن یاد داریم. از آره بچیم تو در حدی نیستی که ما دوباره صحبت بکنیم. اینا لگه به من خلاص شد آقای بلخی. تشکر یک جان. آقای بلوچ افغان AFG بلوچ مایک تا باز کو. آقای بلوچ هستن شما؟ اول خو سلام علیکم. اول خو سلام برای شما بلخی دوست عزیز و دیگه یوزو دیگه دوستا که در پایین هستن چی اینجا در بالا هستن. من اول یک چیز میگم با خاطر که من نمیخوام یا برای کس توهین کنم یا داشتم بتم دیدگاه تنه بگم فقط و یا هم برای کی کس توهین نمیتی نباشه شما بزنم یا توهین بگم لایف برای همه گیر. بفرمایید. بله. میشنوید؟ بله هم میشنوید. در مایک شما بخواهد. خب ما گفتم که ما توهین برای هیچ کسی نمی کنم. مایک بلوچ عزیز. مصطفی جان صمدی کوتا شما اگر داره. اگر اجازه باشه. بفرمایید. بیشتر یک نقطه خوبی را فارسی نیوز عزیز اشاره کرد و دیدگاه خودشان هر چی کس و مربوط خودشان من برشان احترام میگذارم. دقیقا برخی صاحب عزیز کهمرد سیغان ولسوالی هاییست که مربوط تاجیک نشین از ما به همه مردم احترام دارم. اون فارسی نیوز که هر چیزی میگن مربوط خودشان است. شما باور کنین که امی حکومت دارایی که بودن به شمول طاهر ظهیر، یعنی ظلم بسیار زیاد ناروا را بالای امو مردم بیچاره اینا میکردن. حتی بیشتر یک نقطه خوب اشاره کردن، هیچ گاهی ما در طول 20 سال یک وکیل پارلمان در پارلمان نداشتیم. همین ولسوالی کهمرد یک آبشار بسیار
فوقلاده داره. حتی اونا میتونست که تا بغلان و یک تعداد ولایت های زیادی را از توربین های زوب اگر ساخته میشد آب بده. حتی نخواستن. یعنی نخ متاسفانه متاسفانه ظلم بسیار زیاد ناروایی را حکومتش که در اونجا بود بالای مردم فقیر و بیچاره او لسوالی کهمرد و سیغان روا داشتند که این واقع جای شرم و ننگ است. امیدوار هستم که افغانستان دوباره از این اشغال و بدبختی برای تا بتانیم همه ما در فضای صلح و برادری زندگی کنیم. و فورس نیوز عزیز که هر چیزی که میگن او مربوط خودش است، ما در اون مورد اید نمیخوایم بس داشته باشم. تشکر. تشکر یک جان آقای صمدی عزیز. مسعود عزیز بفرمایید، بعد از او با آقای شیرزا صحبت میکنم. مسعود جان مایک در اختیارت است، فقط دیدگاه هایت رو میخوام. سلام یک دقیقه گپ من اگی برادر بفرما بفرما مسعود جان دیگه دوستان که در لایف هست سلام برسه با همگی دیگه. ما همراه فارسی نیوز برادر دیگه در بعض گپ هایش را برخلاف شستم، شاید مذاق کنه او را هم فهمان امی گپ های خدا بیخی حقیقت اگر بعض اقلیت هزارا خوب است در افغانستان که زندگی میکنم، امی اکثریت ازی که در اروپا است خصوصا همی سغیه های ایران ازید بسیار چشم خم بسیار یک مردم هستن که بگه بگه دمی کالا مولا در چشمت مدرای شاعرای ما را من میگه از ماست بعد گفته فارسی برادر دیوانه خدانا فرمان میگن دیگه از ما را و شاعرای ما را فرمان های ما را شب و روز توهین کرده میگن چتیات دشنام داده میگن دیگه مقصد بیادر اکم احتیاط کده گپ بزن کسی به شیزاد همیجا از آره هست یعنی خفه نشد او از خدا خیلی هم شد عصیم جان عصیم جان یک آدم دیگه از بنام هست پاوی فریاد و بیسود من چی میده ای خواه دیده چی دیدم یار دقیقه لایف میده آیا فریاد بیسود محترم مسعود گرامی آیا پس یک ده یا پانزد جوان از آره تباره اگر این کمپاین میشه بله از آره تباره که میده اگر بینی پچک بگوین خوب میشه آن نمایندگی از مردم قوم از آره ما نمی کنن دیره خوبتر شما میدانه او را ما میفهم خواهم 300 400 نفر اینمی ها را لایک کنم میره در فکرشان که اینمی ها بیدر بابایشان هست دیگه می نمیم ما برادر پشتون ما را در بغلت بگی در آغوشت بگی که ما را تاجکا نکشه ما در افغانستان خدمت مونو دیگه ما را از تاجکا نجات بتین ما برادر کلان ماستیم و بعد همیتره کدام تاجکا ما را بانی آرام ما در پالی شما نمیم تره کی گفته در پالی ما بیا چیزی ما به شما ضرورت نداریم برو بیدر برو سو در صد بدیم بینیم خد کفاق میزنیم دید نه نزدیک ما بیان نه ما شما چیز خواستیم نه در اون سطح هستی گفته فارسی دید که تو بیادر کت ما چیز کنی خدا برابر کنی تو بیادر اون وقت ما ناق از شما پشتی میکنیم در پارلمان گفته در وکیل پشتون گفت شما دو دو تا ما هر کدام از شما دو دو تا مزدور داشتیم دیگر شما اون او غلامی در قبول نارین میرین پیش از او برادر کلان اون او جا برین دیگر نه برا ما توهین کنین نه ما در فکر دانستیم نه خوش دانیم به کلان های ما توهین کنیم نه براتان توهین میکنیم دمو دور باشین خوب است اما شما سکوری هر شب لایفتان سر مقامت است سر پینچیدی سر تاجک است اگه این کارهایتان دوام کنه مجبور بکنم شکر مسعود جان عزیز موضوعتان را گرفتم آقای شیرزاد آقای شیرزاد عزیز ما یک در اختیار شما هستم شیرزاد عزیز با هم همتونه که مسعود عزیز گفت که بعضی از جوانان ازاره ما که در صفحات مجازی یا هستند غیر مستقیم هم به جبه مقامت ملی به خصوصا به یاد توهین و تحقیر میکنن و خودشان سهم سعی در مبارزات اگر خودشان حضور ندارن مگر میتونه از دیدگاه از طریق سوشال میدیا مدنی تظاهرات یعنی مبارزات مدنی بکنن چرا نمیخواین بکنن یا همیشه برخلاف جبه مقامت ملی صحبت میکنن که دیدگاه مسعود برخلاف جبه مقامت ملی فارسی نیوز هم صحبت میکنه برادر بله فارسی نیوز که من مربوط جبه مقامت ملی نیستم من جبهی مبهی نیستم بله گوش کن اینجا که آمدن اینجا که آمدن از زبانش با هر مادر گفته دشنام در لایف تو بیرون میشه شیرزاد خبر واقع رو رو ره ما بدر نه جبهی استیم نه کوچه استیم ما تاجک استیم
گوش کن دقیقاً تاجیک عزیزم برادر آه. عزیزم تو را من تاجیکم خطاب نمی کنم کل تاجیکاست که برادر اینال فارسی نیوز یک لحظه شما ببینین زمانی که شما تاجیک خطاب میکنین دمیج برادرای تاجیک ما هر کدامشان کامنت کردن که برادر هزاره ما برادر ما هیچ نوع مشکل ما نداره که مادمی تیک تاک گپ تاجیک میزنم یا گپ ملای بتولا را میزنم کامنت هزاره کمی از می پیشانیش عرق تا شوه بی کامنت کنین بچهای تاجیک هیچ وجه تاجیکا تمام نشان میفهمن که در افغانستان ما نمیتونیم بدون هزاره زندگی بکنیم و بدون پشتون زندگی بکنیم بدون ازبک زندگی بکنیم هیچ کار ما نمیتونیم. امروز بحث ما طالب است. طالبی که امروز در سرزمین ما حاکم شده متشکل از تمام اقوام است. زیادترشان از قوم ما پشتون است. ولیکن ما پشتون‌ها هیچ وقت اونا را نماینده خود خطاب نمی‌کنیم. اگر ما بیایم بلخی صاحب عزیز ایجا بیایم از الفاظ استفاده بکنیم که فحاشی است در یک لایف که بلخی خودش میزبان است در اون لایف ما بیایم دشنام بتیم توهین بکنیم خواهر گفته مادر گفته سرحد ما به کجا میرسه؟ نشی که ولی چه توهین کنزل وکو بسی بشه ایناله میکنم خودت کدام دنیای دیگه هستی کی توهین کرده در این لایف؟ امی لحظه ریکارد کردیم ما صحبت های شما ریکارد کردیم خواهر و مادر گفته دشنام میتیم سی طالب رابطه دارین چی رقم که ما را گزارش شما را ایناله یک موضوع را ببینین ببینین شما با کدام اگر ما شما بیایم طاهر زهیره خلاصه بسازیم و تمام قوم هزاره ما یکی سباز فارس نیوز اجازه بده که صحبت از یک موضوع شما ببینین من زمانی که شما صحبت میکنین دوستا صحبت میکنن مای که خود خاموش میکنم مکملا تمام صحبت هایتان یادداشت میگیرم لطفا امو سوادی که اگر امکان زی داشته باشه که املا و انشایتان درست باشه یادداشت بگیرین در نوبتتان صحبت بکنین. میاییم در سر ازی که ما نمیتونیم که قوم تاجیک خود به حمید خراسانی و یا مولای فصیح الدین خاتمه ببخشیم فقط تابوتش بسته بکنیم که کلشان طالب شده و یا بیاییم قوم هزاره خود با یک طاهر و با یک مولای مهدی خود یک کسی بود که بعدا از صفوف طالب جدا شد ما نمیتونیم خلاصه بسازیم و همچنان قوم پشتون خود با مولای یعقوب و حقانی ها ما شما خاتمه داده نمیتونیم که همشان طالب خطاب بکنیم. هر کدام از اینا فردا هستند، فرد هستند، اشخاص هستند. روی اشخاص ما شما نباید صحبت بکنیم. زمانی که مقاومت ملی تایید میکنه که برادر انمی والی صاحب امرای ما در ارتباط بود و از تصمیمشان ما خوش هستیم، اگر تصمیم گرفته تصمیم شخصی خودش است، ولیکن مبارزه ما در مقابل طالب ادامه داره به خاطر بقای مردم افغانستان، به خاطر اینکه ما بتانیم از اشغال طالبانی افراطی افغانستان آزاد بسازیم. ما ضرورت داریم که برادرای تاجیک ما، ازبک ما، پشتون ما در کنار هم قرار بگیرن. هزاره های عزیز، امروز قهرمانی در افغانستان زمانی که شمشیر بزنی قهرمانی تو ثابت میشه. زمانی که شهید عبدالعلی مزاری شمشیر گرفت در مقابل ظلم استاد شد، امروز شما با وجود شهید عبدالعلی مزاری افتخار میکنین و هر لحظه ما هم او را دوست داریم، افتخار میکنیم یک شخص آزادی خواه بود در مقابل ظلم استبداد استاد شد. هزاره های عزیز، طالب از سرزمین ما نابود شدنی است. همت بکنین، غیرت بکنین، در مقابل طالب استاد شوین، هم در دنیای مجازی و هم در موقعی که افغانستان جغرافیه ما شما بر زیر طالب باید ما شما مبارزه بکنیم. شمشیر زنهایی که در گذشته شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی بود، عبدالعلی مزاری بود، اینا تمام نشان کسانی است که امروز ما شما از اونا پاسداری میکنیم، از اونا به خوبی یادآور میشیم. امروز هم تاریخ بسازین، امروز هم شما در برابر ظلم استبداد استاد شوین، در لایفایتان حمایت از تروریسم نکنین، حمایت از پشتون اگر میکنین حمایت از تاجیک هم باید صورت بگیره، حمایت از ازبک هم صورت بگیره. تمام ما شما اقلیت وجود نداره. جناب فارسینو صحبت میکنن که اونا کسانی هستن که ما سیال نمیگیریم. صحبت های سرشار یادم آمد، ما نمیتونیم به ایتی یک مفکوره پیش بریم. تمام اگر اقلیت است، اگر اکثریت است، آقای عطیب برای من مسیج آمد. آقای زهیر، طاهر زهیر اصل در قوم از در مذهب شیعه است مگر در قوم ایماق است.
از شویه های ایماق هستند. آقای زهی بسیار خوب، بسیار خوب که از مردم ازاره ما نیست که در قوم ازاره نیست، در قوم ایماق است. بسیار خوب. به خاطر از این که یک تشنج را در بین اقوام و در بین قومیت ها یا بگذارند، از این دشمن سوء استفاده کرده و آقای زهی را از خود ایران به شکل بسیار خوبه محترمانه خواستن در صفات اول در ولایت بلخ بوده مدت چند روزه که حتی آدرس و تمام چیزاش اینجا برای ما آمدن و از او با باد با گرفتن آوردن، یک ویدیو را گرفته آوردن که در سمنگان در مناطق دیگه ای آمدن مبارزه و یای خودم میکرد. این با کلی دروغ بود، فقط خواستن یک نفاق را یک برای کسایی که در خارج از افغانستان است، سربازایی که در خارج از افغانستان است گروه طالبان به این خاطر میترسند که یا امروز یا فردا در مقابل ما یک حمله نکنند، به او خاطر میگه که ما شما وزیر شما رو که ما بسیار قابل قدر است، ما شما را احترام میکنم، من در حکومت طالبانی یا در حکومت تروریستی ما بپیوندید. بفرمایید آقای زهیر. دقیقاً ببینن زمانی که قیصری را از ایران میخواین، قیصری فعلا هم در ایران بود، اگر شما معلومات داشته باشید قیصری خودش در ایران است. زمانی که بنا به یک تفاهمی که میرسن دعوت میکنن از بعضی مردم ها، قیصری را به یک چند مدت در کابل میخواین، در رسانه ها او را ظاهر میسازن، پس دوباره میره در ایران. ممکن امیر قمی یک موضوع به ولی صاحب انجام پیدا کرده باشه، ولیکن ما صحبتایی که در میدیا در باره زیمیشه که مقاومت کرده در مقابل طالب، ما از این کار کردش تمجید میکنم. از بحثی که بیعت کرده با طالب با هیبت الله، ببینیم که کار کردشان چی هست. همی بیعت زیمی آدم چی نتیجه میده؟ آیا میره در صف طالب در مقابل ملت افغانستان استارت میشه و یا مبارزه میکنه؟ امروز در افغانستان تنها طاهر زهیر در کنار طالب استارت نشده، دکتر عبدالله هم استارت شده، اوج یک شخصی به نام حامد کرزی هم استارت شده، یک شخص دیگه به نام وکیلای پارلمان هم استارت شده. در کجا آقای زهیر مقامت که فقط یک هفته مثل امرای مولی اومدی یک هفته یا دو هفته که دارم یک منطقه بود، اونمو را شما مکمل مقامت میگن، اونمو شه قابل احترام است، اونمو شه میگن ما قبول داریم. از اون بودی که در یک سال یا 8 ماه دیگه گم بود، شما متوجه هستین؟ در ایران سفر برد، این را اگر مقامت بگیم با شعور خود ما را زیر سوال نمیبریم از دیدگاهتان. کاملا کاملا بلخی صاحب شما صحبت اول ما را باید فراموش نکنین. نه فراموش نکنم، متوجه هستم. قبلا هم گفتم که یک شخصی که استاد میشه در مقابل یک گروه تا دندان مسلط، طبعا زخمی میداشته باشه، شهید میداشته باشه، یک ویدیو میداشته باشه، نشر میکنه که بله ما دو سال یک ماه یک هفته یک روز در مقابل طالب استاد شدم، اینی دستاوردم است و اینی مبارزه کردم، اینموش قابل تمجید است بر ما. این بحث سیاسی که رفته در ایران رفته شما را پردارین، ما در این مورد کنم موضوعی ندارم. دیروز در یک جای ما حضور داشتم که یکی از کسانی که نزدیک به جبهه مقاومت هستند، اونا صحبت کردن که بله برادر، از تصمیمی که طاهر زهیر گرفته ما استقبال میکنیم، کارکرد شخصیش است و ما در مقابل طالب و در مقابل ظلم طالبانی استاد هستیم. اگر ایجا ما بیاییم بحث قسمی ببریم که تماما تارگت بتیم یک قوم، ای اشتباه است. طاهر زهیر خلاصه نمیشه، هزاره ها طاهر زهیر بنا به این نمیدونن که خلاصه شو به طاهر زهیر، یا تاجک ها به امید خراسانی خلاصه شوند. ما اگر طاهر زهیر بره بر مقابل ملت افغانستان استاد شو و در کنار طالب به ظلم و ستم ادامه بده، پس فرق بین حمید خراسانی و طاهر زهیر بر ما هیچ چیزی نیست. تشکر آقای شیرزاد. آقای یا وطن یا کفن افغانستان نوشته هستند. بفرمایید محترم، مایک در اختیارتان است، مایک باز کنید. مایک تانه. زنده باشی. سلام و درود بر آقای بلخی صاحب و آقای فارسی نیوز و برادر حسیب شیرزاد و کسایی که در داخل پایین لایف هستین. 214 نفر ما رو بیننده هستین. برادر عزیزم، ما گپای تان شنیدم و گپای آقای فارسی نیوز هم شنیدم که گفتن ما به عنوان 1000 تا بار از این درجه صدا میکنم و آقای فارسی نیوز گفت یکی هستن یک چیزی بسیار کوچک هستن، مردم هزاره نقد کردن و ما به این حرف از این برادر خود ما چی نمیکنم، دوست ندارم همچین حرف را. و دو من دیگه آقای فارسی نیوز، برادر عزیزم که خودت میگی من یک انسانی آگاه هستم، من یک انسانی بسیار قوی هستم،
و در هر صفات مجازی من شما را بیننده هستم. ما به عنوان یک هزارات بار از دمی در شست صدا میکنم برادر عزیزم، فرقی تو که وقتی که مرا نقد میکنی یک برادر هزاره خود که نقد میکنی، فرقی تو و طالب چی است؟ فرقی تو و طالب چی است که مرا میگی من اصلا طوری حساب نمیکنم و یک قدر که پشتبانی از جبهه مقاومت میکنی، از جبهه مقاومت فقط تنها خود میخوایی و خود دوست داری، فرقی تو و طالب چی است؟ و خدا رحمت کنه بزرگان ما و شما، اونا رفتن، اونا تاریخ خود ماندن، چی احمد شاه مسعود و چی مزاری، هر از هر اقوام عزیز ما، اونا پوز ابوالقدرهای دنیا را به خاک مالیدن و امروز نوبت موت است. وقتی که تو مرا میگی نقد میکنی که یک برادر هزاره ما که اینجی که بسیار کتله کوچیک هستن، یکی موضوعات که سعی کنیم برادر گرامی ما، عزیز برادر، شما امرای فارسی نیوز فعلا بین خود شما صحبت های خودمانی دارند، یعنی حرف دیدگاهتان درباره طاهر زهیر بگویید، نظریاتتان درباره طاهر زهیر بگن. آقای فارسی نیوز نقد کرد طاهر زهیر را، دیدگاه هاش نو یاد کردم کرد که طالب ها این جنایت را در حق مردم هزاره ما کرد، همچنان جناب آسیب جان شیرزاد یادآوری کردن. ما میخوایم نظرات شما را داشته باشیم، ما نمیخوایم که بیایم شما از فارسی نیوز گلهمن باشن و فارسی نیوز در مقابل شما پرتاب کنه، لایف سیستمش دیگه طرف میره. متوجه شدین؟ بله سه. ما آقای بلخی صاحب، ما این برادر عزیز ما که امروز به طالبان تسلیم شدن، یک من نظامی در شست ادا میکنم، تمام اقوام ملت هزاره هیچ وقت دیگر جنگ نمیخواهد. ما رهبر پرست نیستیم، مردم هزاره امروز هر کدومشون قهرمان خود داره و هر کدومشون تحصیلات خود داره، پیلوتای خود گرفتن، دکترایی دارن. ما اصلا او انسان ها که به عنوان یک هزار تبار میرن تسلیم میشن تسلیم طالبا، ما اصلا همچین رهبرها را نمیشناسیم و نمیخواییم. ما مردم ملت هزاره هر کدومشان تحصیل خود دارن، دکترای خود دارن، که مردم هزاره جنگ نمیخواید. شما یادآوری کردین مردم هزاره جنگ نمیخواید. آقای یا وطن یا کفن، برادر عزیز ما، شما ببینید بله. که جنگ کردن ما مردم مگر جنگ سر ما تحمیل شده؟ ما مجبور هستیم در دفاعی خود استادگی کنیم در مقابل فاشیستا و در مقابل تروریستا، در مقابل آزادی کشور. دیدگاه ها را این مسئله رهبربازی ما نمه، ما مسئله از این را میخواییم که این دیدگاه را داریم که مردم برادرای هزاره ما گفته شما تحصیل کردن رسیدت برش، از جوانان شعرهای تاجک هم بشن شعر سرایدن، جوانان تاجک هم تشویقشان کردن، ما در پولیشن مثل برادر استاد شدیم. آید واقعات روز است که شما میبینید در مقابل دشمنی که دشمن خود تامد، دشمن ما مد، دشمن آسیب جان شیرزاد پایان تا شدن از ایرام، از تمام دوستای دیگه هستن، در مقابل از شما چی برنامه داره؟ برنامه جوانان هزاره چی هست محترم؟ برنامه جوانان هزاره ما برات پاسخ میدیم برادر عزیزم. دوران اولین بار که مقاومت شروع شدن ما در کنارتان بودیم، مثل با همدیگه. اما ما که به سک معذرت میخواییم، میبخشید وقتی در دوران اول مقاومت تو خو برادر هزاره تو تن به تن امرای اتصاد بود یا نبود؟ بودن. و وقتی که تو خود خواستی فقط گفتی معصوم بیرق ملی را انداختی پایین و بیرق خود بالا کردی، ما کدام بیرق ملی؟ برادر جان یک لحظه ما گپ ما بزنم، باز از لایف ما میرم یک لحظه برخی صاحب زغوارم چی اوسود کی خبر دو کوم لایف نزوم ورورا ما غاغا ورورا بچهای تاجک ما با شما اکثر گپ دارم، باز ما ببینیم بیادر یک گپ شنا فهمیدم چی میگه. ما گپای زیر گوش نکردم، من عکسا سای مصرف بودم مر حالت بیادرای تاجک ما که شما لایف اسایل کردین 227 نفر پیام ما با شما اسم نیس یک تاجکی آقای شیرزاد که کالای مزاری را پوشیده در سرکا اتن میکنه، گپ شخصی خودش است، این پشتون از دلش کار کاری میکنه بکنه، خدا کنه نیکر مزاری بوش، ما مشکل کتش نداریم، بس پشتون ازار است. ما با تاجکا گپ دارم. تاجیکا در معادلات سیاسی افغانستان ما و شما یک طرف داریم، او طرف ما و شما عبارت از کیست؟ برادرای افغان ما و شماست که او را به اصطلاح ادبیش
افغان میگن و به اصطلاح بسیار سیاسیش پشتون میگن. دغه حلق زموش حریف دی پا سیاست که پا افغانستان که دغه حلق چه افغان نو میگی، پتان نو میگی، پختون نو میگی، دغه پاگی، دغه پاگا پاگا بار حالتش. بحث ما با پشتون های افغانستان است. هزاری عزیز ما که ما در 20 سال از خود کده به شما زیاد زحمت کشیدیم، شما بسیار مردم نمک حرام هستین، بسیار نمک حرام. من میگم ملاحبت الله آخان یک لحظه بیدن یک لحظه برادر بزن بعد از اگر برادر یک لحظه من میگم ملاحبت الله آخان که پا اوز پا کندهار کوسیگی شما را از یک لنگ باید اویزان بکنه. شما حیثیت یک لنگ اویزان کردن دارین، بخاطر دارین که بسیار مردم بپاس و بسیار نمک حرام هستین. آقای کرمیج هستین ها متهم نمیفهم کی هستی گپ میزنی فعلا. من هم میفهم کی گپ میزدم اینجا آقای بلخی. همین نفر یک از آره بود کی بوده اینجا؟ یا وطن یا دوست از این یا وطن یا کفن. خب معلوم میشه که بیادر تنبان نجیب پوشیدی در جان دیگه. خب معلوم میشه اون رقم هستی. اما شما فراموش کردین که در تاریخ سیاسی افغانستان آقای بلخی صاحب زمه آقا گورا من که آدم جواب بسید برای در امزم خوان که یک دیالوگ کو فورس نیوز هم روشن. اگر میخوای یک دیالوگ میخوای یک دیالوگ کو فورس نیوز عزیز بگو بیا در گپ تا بگو روشن کنه که واقعا از اون است یا نیمه نیمه یا وطن یا اجازه بده که بتونم روشن کنه که من هزار راست هم برادر به افتخارم میگم هزار راست هم آقای بلخی لایف تا کنترل کو برادر فورس نیوز که یک دانشمند میگی نه دانشمند نیست برادر من آدم الهی هستم در تیک تاک من آدم 12 پاس هستم لحن شما خب لحن شما ما این زمین درش صدا میکنم که 240 نفر ما را بیننده هستن لحن شما من مطمئن هستم یعنی دو کلاس تو سواد نداری. خب ما خاطر چی لحن تو این لحن که تو استفاده میکنی یک بچه اشتوب یک بچه بی تحصیل صحبت میکنه. وقتی که به امرای ما دیالوگ میکنی بیا منطقی ما امرای دیگر میزنم. ما برات گفتم آقای محترم که خودت یک برادر پشتون یا وطن یا کفن گوش کو دوست عزیز ما. ما گفتم در 20 سال ما از خود کده به شما زیاد زحمت کشیدیم مگر پشتون چوب بدم کونایتان میزد یگانه خدمت یک مثال برات میتم آقایی که یا وطن یا کفن هستیم. ما یک مثال برات میتم. این مثال های ما که هستم آدم ناگاه نیستم که در تیک تاک آمدیم. ما صفحه ورق سیاسی افغانستان هم میفهمم. من پیشتر ما یک مثال دادم گفتم عبیدالله بارکزی وکیلی که فعلا کشته شده است از روزگان بود عیت تعیین شد در بامیان از طرف پارلمان رئیس کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان بود. وقتی که به بامیان رفت دوباره به پارلمان آمد در مجلس عام پارلمان گریان کرد گفت ظلم میره که هزارا بالای تاجک و پشتون در بامیان میکنه اسرائیل بالای فلسطین نمیکنه بیدر. من قدر آگاهی دارم که ذره ذره و ای آقای شیرزاد خود قصه مفته این نظامی ها خودم گپای جنگ بودن من در گپای سیاسی دخیل هستم بیدر دومشه برات میگم. اینمی یک مثال برات دادم که آقای عبیدالله بارکزی ببین که با چقدر دقیق است و مسائل سیاسی افغانستان آگاهی داره. میتونی است که ما ناآگاه بیایم. ما آگاهانه در لایف بیادر صحبت میکنم. هزاری عزیز من ما در 20 سال به شما زیاد زحمت کشیدیم. با پشتون به خاطر شما بسیار تاچ کردیم. دیالوگ میکنیم شما برای مردم بینی پچکت از مرده کده که داری لایف کپ میزنی گفتم فارس نیوز آقای وطن یا کفن آقای شما میگه دیالوگ میکنم بعد میخوایم دیالوگ میکنم بینی فارس نیوز ببین برادر ازم فارس نیوز فراموش شد یک لحظه یا وطن یا کفن یک لحظه که من صحبت کنم آقای فارس نیوز بچه ازدیار صاحب که به خاطر تظاهرات از یاد شهید شد تو یادت رفت کورم بگویم ببینید بله باش که من بگویم یک لحظه ما یک چند یکی از سخنهای آقای فارس نیوز یکی از سخنهای ماندگارش آقای بلخی سلام برس اول من باید بگویم گفت در دنیا دو مکان بسیار مهم است یکی قصر سفید دیگه کرملین. قصر سفید ما تاجکا کرملین هم پشتونا دیگه با بنگلادش ما را مواجه نکنی برادر این توهین از گفته فارسی نیست. آزاره عزیز من نقش مالدیف و بنگلادش از مردک هست در افغانستان دو معادل سیاسی وجود داره ببرتان میگوش که دوست عزیز آقای بلخی من از لایف میرم که 12 بجه شب از بیادر شب و رخصتی ما رو در سیاست سپری نکن ما کارهای دیگه داریم یک لحظه دوست عزیز چی کار داری؟ در افغانستان عزیز ما دو قوم است که سیاست افغانستان را تعیین میکنن
قوم ملا یعقوب و قوم کولابیز. دوست عزیز ما که ما کولابی ها با افتخار در لایف ها گپ میزنیم، ماستیم که سرنوشت سیاسی افغانستان رقم میزنیم. امو ضرب المثل یک پشتونا در افغانستان مانده بودن، یا پشتونا مانده، ما تاجیکان مانده که از آره جای دمندوی کابل است. من فکر میکنم بسیار دقیق بوده بدر، بسیار دقیق. مندوی کابل هم نیک جد گپ دمو سرای خانه است. به خاطر از این که من که میبینم دوستای تاجیک، شما مطمئنم سیل حتما لایف ها را میبینین، کدام هزاری را پیدا کردین که امی شفی، امی بیادر که آمدن اکتایی هم زدن، آینک های سی هم پوشیده، خود کمی و موج دموکرات نشان میده، معلوم میشه که دموکرات هم نیست. بگو امی لایف که مزاری یک خائن جنایتکار یک پدرلعنت بیناموز بود یا نبود؟ بگو اقرار کن، اگر بگی بود که ما موج تایید کنیم که آدم میلیستی، بگو که مزاری یک اگر بیناموز پدرلعنت خائن تو بود نبود؟ اینال ما جوابی تر میتیم، یک دقیقه اجازه بدید. جوابت میتم برادر عزیزم. متاسفانه آقای فارسی نیوز، ما برای خودت که یک نسل جوان هستی، برای برادرایی که برادرای تاجیک تبار خود میگم، ما بسیار برایتان متاسف هستم که مغزایتان اینقدر شستشو دادن، اینقدر شستشو دادن که بسیار سخت است که از مغزایتان ما بیرون کنیم. ببینید برادر عزیزم، من هیچ وقت رهبر پرست نیستم. آقای یا وطن یا کفن، نوبت از من. مرا دیدگاه میجمع اجازه بده قیس عزیز، اجازه بده قیس جان، قیس جان اجازه بده که با نوبت راست صحبت کنیم. من مدیریت که داریستم لایف وطن یا کفن، این دیدگاه خود فارس نیوز است، این دیدگاه قوم محترم تاجک ما نیست. ما به مردم قوم ازاره ما احترام داریم. نه خیلی توهین ده قوم که داره سمیال وطن یا کفن نیست. ما باید بزرگ ما توهین نکد با چی میگم؟ خودت خواهرم هستی که داری لای بار نکد با چکا باید خود گب بزنیم. توهین نمیکنی ببینین، ببینین شما نسل نوین کشور هستین، شما نسل نوین هستین. ما نسل نو نیست که دارم، دروغ هست میگم. ما از تو چی باشم به عنوان یک دانش آموز، به عنوان یک دانشمند؟ تو نسل نوین هستی، ما از همین خاطر برات میگم. ما دکتر نجیب عسکری که دیگه نسل نوین فارسی نیوز میگه در وقت زمان دکتر نجیب میگه ما عسکری کردگی اصلا سرباد بود. من پشتنی با یک عسکر بودم، من چی رقم نسل نو هستم؟ نسل نونستی هم مغزایتان شستشو دادن تو بخواه، و بسیار سخت است که ما تو را بتانم تفکر تو را، مغز تو را تغییر بتیم. ببینین تمام اقوام کشور، آیا ما و تو و آقای بلخی چی گناهی داریم امروز که نیاکان ما و تو کردن، که ما و تو را در بین هم دیگر انداختن؟ یعنی گناه ما و تو چی است امروز؟ ای نسل نوینی کشور، نسل نوینی افغانستان، یعنی ما تا بکی همچین بدبخت و حقیر و در بدر آواره تمام دنیا باشیم؟ چرا؟ آیا تاجیک کی است؟ آیا هزاره کی است؟ آیا پشتون کی است؟ برادر عزیزم بیاین یکم درک کنین، ازتون خواهش میکنم. چرا ما توهین و تحقیر شویم؟ دلیلش چی است؟ دلیلش اینمی است که مغزهای ما و شما را از بستی که ما و شما را به جهل کلان کردن، با جهل ماندیم، با قرن یک ماندیم که از ما و تو استفاده میکنن امروز. چرا جهان سپاس، ما تمام اقوام کشور خود دوست دارم، ولی لطفا آگاه شوین. بس از جنگ، بس از دیگه جنگ ما نمیخوایم برادر عزیزم. دیگه مرا توهین کردی که در لایف هستی، دریشی هم پوشیدی، آینکای سیام، بگو که مزاری یک جنایتکار تاریخ بود. بگو اقرار کن این لایف ما بفهم کنم. من با ذاتم توهین برای حتی برای یک حیوان نمیکنم. چی رو تو برای ما چای مسو توهین کردی؟ لحظه ما تمام اقوام کشور خود دوست دارم. یک لحظه بگو که مزاری یک بیناموس پدر لعنت خائن جنایتکار بود. آقای فارسی نیوز، من شما را به عنوان یک من نیستم، من دانشمند نیستم، یک بچه کوچه هستم. من نمیدونم شما مثل یک بچه هستم. یک لحظه تو ضرورت نیست که همراهی تو من جره بس کنم. آقای بلخی من دیگه اصلا کردی پیش وزدان خجالت میکشیم که همراه از این برادر من دیالوگ کنم. تو به خودت بکش، بیناموسه که جادم بسا غرز است، یادم بیطرف نیست. لحنی زیرتان ببین آقای بلخی، آیا به نظر شما دوستان سفر را لایک کنید، لایک را بزنید، سفر را که
یک 20,000 بار تو بی‌ناموس پدرلعنت به قهرمان ملی افغانستان توهین کردی، از مزاری جنایتکار خائن بی‌ناموس دفاع میکنی. تو چه کار کسی که ناموس داشته باشد، یک دقیقه اجازه بدی، کسی که ناموس داشته باشد، کسی که زن داشته باشد، فرزند داشته باشد، بس دو سفره پدر و مادر کلان شده باشد، یک انسان دیگر همچین فحاش نمیته. و تو انسان من مطمئن هستم تو یک انسان حرامی هستی. معذرت میخوایم آقای بلخی صاحب، ما ضرورت نیست به انسان ها جره بس کنم. ما خواهش میکنم امیر میرم یا کفن قیز جان عزیز نوبت در شما سه قیز برامی یا اجازه بده مکد یا اینه که بیرامز فرار کرد فرار ده و که مزاری در مزاری سخگوش که مزاری هم فرار کرد از تیاره طالب جان. طالب جان من میگم دو کار خوب کردی، خداوند روی کل رهبرای طالب شاد داشته باشه و برکتی روز جمعه و شب شنبه. طالب دو کار خوب کرده، یکی مزاری را لینکشان از تیاره پایین انداخت در کنیش کرده برچزد یک لحظه. حالا آقای برخی تو از مزاری دفاع نکن، یک لحظه، یکی مزاری را لینکشان مثل گوسپند از تیاره انداخت، اول در تیاره خوب یک سنبه شام کردن از تیاره پاشد. به رهبر مردم توهین نکرد دوست عزیز. پدرش لعنت کرد رهبرش. نه دوست عزیز. دگروال صاحب خاکسار گرامی. نوبت از ما سه دگروال صاحب از خود ما شما سه. آقای بلخی درود بازم. میبینین دو سال است که متاسفانه برادرای ازاره ما را توهین میکنند، در صورتی که ما میگیم برو خیر از بین که اتحاد چیم، بین که اتحاد کنیم گذشت میکنیم، ولی اینا توهین میکنند. پیشتر که یک برادر یاد کرد که سزا جنایتی که در مقابلشان شده یاد نمیکنند، ولی همی افشار افشار میگن که نمیفهم در افشار چی است. اما از نظر ما یک تاجیک هستم، افتخار میکنم، من میگم باید سیاست ما تاجیکات تغییر کنه. سیاست چه قسم شد آقای بلخی که بله. برادر هستی و سوکش نیستی و نوکش، این تو بیادر دیگر پیش کسی چیز نکنیم که تو بیا با ما باش چاپلوسی با نکنیم. اینه می ای که آقای کامو مده بکنم مسیب شیرزاد یک لازم دوست و نوکش تی مای تختم بیشی سر و نوکش تمام آقای بلخی. اینه می واقعه با من رد قیس خوب بسیار رفیق ما مزالای فام هستم. بچه ها تاجیک ها من شما را میگم، من بسیار وقت کم دارم به خاطر که من باید 12 بجه میرفتم. حال چند بجه ساعت در اینجای 11 بجه است؟ خود خیره 43 دقیقه من زیاد بودیم در لایف. گوش کنین دوستان، ما و شما تاجیک ها را که تکه تکه کرده، چاپلوسی تکه تکه کرده، مصلحت تکه تکه کرده، گذشت تکه تکه کرده، دیگه گذشت نکنیم بچه ها. هزاره هیچ وقتی که تاجیک جور نمیه، هزاره را گردنش بالا که در لایف پایین بزنده زمین، لغتکش کو گردنش پایین کو بالا کو بزن چوب در کونش بالا کو بکنده. اینه می کار ما باید باشه. ازاره خود جدی نیست، ازاره در حد نیست که ما در باری صحبت کنیم. آقای فارسینوز همی کار کنیم باز ما را بیادر میگن. پشتون واره، پشتون واره، پشتون واره آقای قیس. اگر مثل پشتون عزیز ما واره، پشتون ها ما شما را یکان دفعه دوز دارم از روی تان ماچ هم میکنم. اگر پشتون واره دو تا بشکه زرد روان بکنیم در کورس کوهسار بود یا کورس کوهسار بود، در کجا بود همی کوتی سنگی بود، اگر دو تا بشکه زرد روان بکنیم باز ازاره بیچشم در لایف میایم پختون دیر بسیار سال قوم خوبه فهمی تو لحجی ازارگی میگن. ما این کار بشکی زردی نه نمیکنیم، در فرهنگ ما تاجیکا بشکی زرد نیست. ازاره را اونمو بشکی زرد افغان خوب جواب داده بچه. ازاره عزیز ما میگه که تا نرسد چی رقم تا نباشد چوب تر، یک مطل است آقای قیس، تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گو خر. ما و شما باید چوب تر شویم که در پلای کون از این بی‌ناموسا بزنیم. مزاری را از قبر بکش آقای بلخی، سر قبر بان باز دروش یک تفک و باز در داخل قبر داخلش که آقای بلخی. خودت که نمی کنی قواره تزارگی از گپ شخصیت است. هدف ما به تاجک های برای تمام انسان ها، برای تمام اقوام احترام دارم. شما مدیر تو داری دیگه حتما کدام سر رستی قواره تا مقلقه هم قواره قوم خیش مزاری واریز بچه هزارام انسان است، بهتری مردم است، بل از من دوستشان دارم. خوب آقای فلای تو اسکای، سلام بلخی عزیز و بینینهای برنامه شما. من مستقیما میخوام که یک مورد یادآور شم. یک کس از برنامه زهیر است، یک میفهمید نه قواری از او به والی میمون نه به وزیر میمون. خب به امو یک آمده بود دیگه، برنامه دگی سیاسی یک گفته یکان تا یک قوم آمده بود.
همه قسم به انسانای بی‌شرف که اصلا مثل یک پشاور است نامشان بر ما بگیریم چی ارزش داشته باشه نداشته باشه، ما خود ما اینا قسم آدم‌ها را بالا میبریم. میبینه خواهشان هم چه افراد خورده کوچک را که ما اسمایشان و نامشان را میبریم ناخ ما بلند بلند میسازشن، در حالی که هیچ چیز نیستن. و بیایم یک مورد دیگر، آقای فارسی نیوز مورد بسیار خوب یادآور شدن، قوم ازارک است یا قوم کوچک است. اینا هر طرف که دیدن چون اینا قوم بیزور است، هر طرف که دیدن که زور بود اونمو طرف واز میرن اون پلی ترازوره که دیدن اونمو طرف برنیم. در می شرایط که فیلن ما شما دیده رسیم اینه نمی زمان است، چون قوم های کوچک وقتی زورشان در طرف که دید که اینا زور ندارن کدام پلیسی دیگه ندارن، اونمو طرف که زور بود اونمو طرف ترازو رو اونمو طرف میرن. به او خاطر ما از اینا گره نکنیم. اون قسم سلام دوستا دوست دیگه ما که صحبت کرده که اونم قسم باید ما با اقتدار باشیم، بیان نمیشه که با تزرعو پیشرفت نه چیزی که میگه کیان است چی حاجت به بیان است. اونم قسم چیزی که هستن اینا یک خصلت دیگر را دارن، اکثریت چون حالت مظلوم نمایی را دارن. اگر دیگر پایشان ببینید خود قسما فرنگی نشان میتن قسما. شما باور کنین اگر پاور یا قدرت به دست از اینا باشه اونمو آلتا اونمو شرایط را که ما شما در داستانا خواندیم اونمو کسایی که دل جگر انسانا را میخوردین می قسم به می شکل خاط پیش رفتن. حالا فعلا می شرایط که ما شما میبینیم در این شرایط بعد تابعین بگنین می گروه توریستی اینا باید توجه برش نکنن، ولی متاسفانه اینا مایک میکروفون از اینا شدن. باز دیگه جای خود مدنی میگیرن و خود دفاع و از حقوق بشر میگیرن و باز خود بسیار مدنی نشان میدن. اما ما شما دیده رسیم دینمی فضای مجازی چی در فضای حقیقی که اینا چی کار میکنن. و خواهش بازم اکیدا تکرار میکنم که همچون انسانای خورده کوچک را به نام ظهیر که یک شخص بسیار عادی است، یک فرد بسیار عادی است، ما شما باید دست از او نبریم. اصلا قسم آدم ها را ما شما باید نوکر خودم نگیریم و بازی چی لازم که ما نام از او قسم اشخاص کوچک را بگیریم. تشکر. تشکر یک جان. آقای دوست دیگه ما بفرمایید. 786 سلام علیکم، درود به همه شما. من به اجازه شما اینمی آدم فارسی نیوز من انتقاد دارم سرش، اگه اجازه باشه صحبت میکنم. انتقاد میکنم اگر دو فاشی و ناموسی باشه با ما بلاک میکنم. نه ما تاجیک هستم، تاجیک دشن تاجیک فقط میگم اگر فارسی نیوز من کوچکترین توهین به تاجیکا افغانستان است، مورد پایگرد داره در تیک تاک. تک تکت میکنم گپ تا صحیح به اندازه دانت بزن بچه. سگ اینه سگ گپی زدن سگ. اول من خودم از تخار هستم. خواه از تخار هستم. خواه آقای گوساله هستی؟ آقای گوساله دمه دوار که برو را برخی زیبه نه بفرم خواهش میکنم. برخی زیبه گوساله خواه بسار اکب خوب است، از گو چشه بسار خوب است. بفرمایید محترم. برخی زیبه میشه بای رقم اشخاص صحبت چه؟ نه والا مخنم میتونم. برین شما صحبت کنیم من گوش میگیرم. شما صحبتتان رو بگنید دیدگاهتان قیس عزیز مایک تو آفکو عزیزتان. خبر دو که آقای گوساله از نشکاوله چون چه مداخله دو کم ورا را. خب بای رقم اشخاص چی رقم صحبت کنیم؟ خیلی من شما را دوباره دعوت میکنم. گو ساله آقای بلخی میرم اکتر. نه با فارسی نیم آقای بلخی اکتر. چرا آقای بلخی گو ساله اگه استیلای سیاسی است در قاموس سیاسی افغانستان، گو ساله اگه استیلای سیاسی است. آقای مشهیر هستی؟ کی هستی برادر عزیزی من نام تو؟ من 786 مشاهیر. چی؟ مشاهیر. مشاهیر دوست عزیز من، گوساله ما کسی را میگیم که مثل خودت باشه عقلش هم بسه. آقای بلخی یک لحظه. آقای مشاهیر بلخی همه چی کنترل میری اجازه نه توهین کنی؟ خودت من که برات وعده دارم که یک پدر گوساله است از مادر گوساله. خودت گوساله ماده هستی بچه، گوساله ماده هستی. گپ امروز آمده با 4 تا پنشری دیگه. خواه میگه اگه پنشیران نباشه تاجیکان نیستن. اشتباه میگه. خواه انتقاد من اینجاست. خودت از تخار هستی؟ از کدام قوم تخار هستی دوست گوساله من؟ گوساله سر یک مسئله را آقای تخوری یادآوری کنم. مردم ازبیک تبار ما در موقعی که در مقابل طالبان بلخی من رفتم که کل روز ما یتیر کردی والا بر حالا دوستام اگه پای ما قبول جوانده دیوی افغانستان، جوانده دیوی تاجیک و پختون خلق دیگه بازاره ما آرزوی آقای ازارا جانم اینجا آمدن که دیدگاه دارن در مقابلت متوجه بشید. بفرمایید بیادر گپ تا بزن که من ازارا عزیز شما سابقا نمای گرفتارتان است. ازارا جان گرامی
بفرمایید. سلام دوستای عزیز. بلخی بلخی باید لایف تا کنترل کنی، مرد بگذاره صحبت کنه. جای ببین اینجا جای رقم گسالا نباید باشه. لایف نه کنترل کن که مردم صحبت کنه که دیدگاه مردم از چی قرار است. من دیدگاه این که چتیات کلیگی میگه. آزارجان دیدگاه شما رو میگیرم. چتیات کلیگی میگه. اینا لیچک هستن. چتیات میگه. ای از بزرگی شما هست که در مقابل خبر دو که لندغری مکه ورورا. بیبی این صحبت کردن این خو منطق نمیشه. بیا استدلال کو، بیا صحبت کو، بیا قانون سال مردم. مشیر جان عزیز ما صبر کنین، ما دوباره امر شما صحبت میکنم. خودم هزار جان عزیز بفرمایید. همه کسی که عکس قواره آقای زهیر مانده، زهیر بیناموس و رامی رمی صحبت میکنه. خیلی این طرز صحبت کردن است. خود تست فارسی نیوز ای بعد فارسی نیوز تمام جوابای تو را نست و نادری داده. تو بی شرف اگر شرف داری گپای نست و نادری را گوش کن که از قوم خودت است. تو بی ناموس حرامزاده ماچخر زایده گپ ناصری را نست و ناصری جواب تو را داده. جواب تو هر دوی تو جواب تو نداده. پس اینجا گو نخوری. جواب هر دوی تو داده. بی ناموس هستین حرامزاده ماچخر زایده هستین. جواب تو نست و نادری داده که از خودتان است. بی ناموس اگر نباشین نست و نادری او رقم جوابی که به شما داده باید برین سرتان. شما ماچخر زایده هستید. شما را ماچخر گو کرده. فارسی مایک تو آف کو وطندار گرامی، اگر امر فارسی نیوز از آراجان عزیز مستقیم با فارسی نیوز امر جاری هم ایتا فارسی نیوز ماچخر زایده جواب تو را نست و نادری داده از قوم خودت هست. در خود نفر دیگه پشت ازاره گم نزن. ماچخر زایده حرومزاده. آقای فارسی نیوز مایک تو آف هست. فارسی نیوز مایک تو آف هست. ایسو فارسی نیوز ماچخر زایده ها جوابتون نست و نادری داده. برین جوابتون نست و نادری بگیری. ماچخر زایده ها ماچخر گوه